ما در باب دوائی و موانع سلوک دینداراره در جهان مدرن به جلسه 13 رسیده است. باور نکنید که 13 عدد نحسی است، مثل هر عدد دیگری است و هیچ فرقی نمی کند و در میان اعداد اتفاقا گاهی از مبارکترین روزها هم به 13 می افتد. 13 جلسه است. نوبت گذشته وعده کرده بودم که در این نوبت درباره سکولاریسم تاریخ سخن بگویم یا سکولار شدن تاریخ، اما سوالاتی پیش آمد و پس از پایان سخنان من پاره از دوستان سوالات خوبی رو با من در میان نهادن که احساس کردم که لازم می آید که من یک نوبت دیگر هم در تکمیل و تنبیه بحث پیشین سخنانی بگویم و مسئله دولت و حکومت دینی رو بیشتر باز کنم. برای اینکه یکی از مسائل تلابه دوران ماست، درباره اون اندیشه های کج و معوج بسیار است و تیرگی ها و ناروشنی ها فراوان و هر کس هم از زن خود یار اون شده و سخنان ناروا هم بسیار پراکنده شده است. بعضی ها هم فکر کردن که حکومت بهتر است که به ذات غیر دینی باشد، یعنی هرگز گذرش به عالم دین نیفتد. من در سخنان پیشم چیزهایی در این باب گفتم، اما حس کردم که باید روشنگری بیشتری بکنم. لب مطلبی که من در نوبت‌های گذشته اینجا مطرح کردم این بود که حکومت که عبارت است از مدیریت کلان یک کشور به ذات غیر دینی است. به ذات غیر دینی است یعنی به خودی خود از هیچ دینی گرفته نشده است، جزء نیازهای جوامع بوده است و به همین سبب هم در جوامع مختلف رویده است، یک رویش طبیعی. مثل بازار، مثل زبان و مثل خانه‌سازی و معماری و بسیاری چیزهای دیگر که آدمیان احساس می‌کردند که اون رو لازم دارند، به عزم هیچ شخصی یا هیچ شخصیتی هم صورت نگرفته است، یک رویش جمعی بوده است. هیچ کس زبان رو اختراع نکرده است، زندگی جمعی و اجتماعی مردم با زبان آغاز شده است و تکامل یکی به تکامل دیگری منتهی شده است. همچنین از بازار، این همون چیزی است که در جامعه شناسی تحت عنوان فونکسیونالیسم از او یاد می‌کنند. می‌گویند که جامعه هر چیزی رو که به بقای او و به تعادل او کمک می‌کند خود به خود پدید می‌آورد. هیچ چیزی نیست در جامعه که بی سبب و بی غایت پدید آمده باشد. البته ممکن است یک شخص زورگو چیزی رو موقتاً در جامعه جا بیاندازد یا یک اثر کوتاه مدتی بگذارد، اما از میان می رود. آنچه که جامعه می خواهد، می طلبد و لازم دارد سر بر می آورد و رشد می کند. یکی از آنها حکومت است. وقتی که مردم زندگی اجتماعی کردند متوجه شدند که به یکدیگر حاجت دارند. به قول ارسطو آدمی مدنیه به طبع است، یعنی پولیتیکال است، انسان از پولیتیکال انیمال و پولیتیکال به معنای سیاسی و مدنیه به طبع است. آدمیان به یکدیگر احتیاج دارند و تقسیم کار آغاز شد. یکی کارگر شد، یکی نجار شد، یکی زارع شد، یکی معلم شد و مالکیت پدید آمد. و وقتی مالکیت پدید آمد تعدی و تجاوز هم رفته رفته در کنار مالکیت پدید آمد و نظم و امنیت از میان برخاست. هر کسی میخواست که مال دیگری رو از آن خود بکند.
من به اختصار تمام عرض میکنم. به همین سبب رفته رفته از میان جامعه یک نهادی روید و جوشید که ما اون رو نهاد دولت یا حکومت مینامیم، که ارتباطی به هیچ دینی نداشت و قبل از ادیان هم موجود بود، و این نهاد شأنش، وظیفه‌اش و رسالتش این بود که نظم و امنیت رو در جامعه برقرار کند، حامی مالکیت باشد و هر کسی رو به جای خود بنشاند. لذا پدید آمدن حکومت و دولت در همه جوامع اولا مقدم بر دیانت بوده است و جز به تعلیمات هیچ نبیی و رسولی نبوده است. ثانیاً یک امر لاکشری و زینتی و زائد نبوده است، بلکه یک حاجت قطعی و مسلم مردم در زندگی اجتماعی بوده است. ساده ترین، اولیه ترین وظایف حکومت هم برقراری نظم و امنیت و حمایت از مالکیت بود. ابن خلدون رو به یاد میارم که در نوشته‌های خودش میگوید که بعضی ها میپندارند که یکی از دلایل احتیاج ما به انبیا این است که انبیا میآیند و قانون گذاری میکنند، به مردم قانون گذاری یاد میدهند تا نظم اجتماعی برقرار بماند. ایشان با چشم دقیق و تیزبین جامعه شناسانه میگوید این سخن است به غایت باطل، برای اینکه ما جوامعی رو میشناسیم که هیچ رسولی از اونجا عبور نکرده ولی در نظم و انضباط موفقند و به خوبی جامعه رو اداره میکنند و امنیت برقرار میکنند و مردم میتوانند در رفاه و راحت زندگی کنند. سخن درست است. تجربه امروز بشر هم همین رو نشان میده. جوامعی که از انبیا رو برگرداندن و به تعالیم دینی اعتنایی و احترامی ندارن، باز هم توانستن بر مبنای عقل انسانی، عقل جمعی بشری، جامعه رو به خوبی اداره کنن، قانون بنویسن و متعدیان رو مجازات بکنن و نظم رو در بازار و در سراسر جامعه برقرار کنن. لذا این که میگیم حکومت به ذات غیر دینی است، معناش این استش که از دل هیچ دینی به در نیامده است و ادیان اون رو به منزله یک تحفه‌ای نیاوردن که به مردم یاد بدن. خود زندگی جمعی اون رو اقتضا می‌کرده است و آدمیان پیش از اینکه با رسولان و با ادیان آشنا بشن با حکومت آشنا بودن و البته حکومت مثل هر چیز دیگر اجتماعی رشد و تکامل تدریجی داشته، از ابتدا بسیار ساده بوده و به تدریج بزرگتر و پیچیده تر شده است تا به این غایت رسیده است که امروز رسیده. این نکته اول که فراموش نکنیم. نکته دومی که باید به یاد داشته باشیم برای اینکه تکلیف دین و سیاست یا روحانیت و حکومت رو معلوم کنیم، این است که هر حکومتی به هر حال به چند رکن احتیاج داره. رکن اول مشروعیت است. مشروعیت عبارت است از که حق باشد و مقبول باشد. یعنی اگر کسی گریبان دولت مردان و حکومتگران و صاحب منصبان رو گرفت و گفت شما چرا اینجا نشستید که نشسته اید، چرا من به جای شما ننشینم، چرا سخن شما مطاع است و سخن من مطاع نیست، اونها بتوانند پاسخ معقولی داشته باشند. خب ماکس وبر، جامعه شناس بسیار مشهور آلمانی، در باب مشروعیت، همون که لجیتیمسی به اون میگیم، تحقیق بسیار زیادی کرده که یکی مشروعیت سنتی است به اصطلاح، یعنی شیخ قبیله، رئیس قبیله یا هر کسی که در اون سمت بود خود به خود رهبر و رئیس و حاکم شناخته می شد. مشروعیتش همین بود، شیخوخیتی که داشت، و این رو جوامع اولیه و سنتی و بدوی داشتن و بدون چون و چرا اطاعت از حاکم می کردن و حرف او فرمان مطاع مشروع بود. یکی هم
مشروعیت موروثی است که او بیان میکنه که خب در سلسله های سلطنتی فراوان بوده، پادشاهی میمرد، میگفتن King is dead, long live the king. همین که شاهی میمرد، شاه بعدی به جای او مینشست و به صرف اینکه وارث تخت و تاج بود، حکومت او مشروعیت داشت و دولت مردان و ارکان دولت که قبلا در مقابل پدر او گردن نهاده بودند، اکنون هم در مقابل پسر گردن می نهادند. این طرح موروثی هم در زمان خودش طرح بسیار عاقلانه بود، برای اینکه اگر منتظر می ماندند که یه پادشاه تازه رو انتخاب کنند که تازه اصلا مقوله انتخاب مطرح نبود، مملکت در بی‌نظمی آتش می گرفت. این که ما شنیده ایم میگن که وقتی ناصرالدین شاه رو در شهر ری ترور کردن و گلوله زدن، او رو به تهران آوردند و وزرای او این سو و اون سو نشسته بودند و چنان وانمود میکردن که شاه زنده است که شورشی صورت نگیره. شاه مرگی اصطلاحی بود، همین که خبر مرگ شاه پخش میشد، از اینجا و اونجا مار و عقرب ها بیرون می اومدن و به اصطلاح خودمون حسین قلی خانیش می کردن. هر کی در هر دهی، قصبه‌ای، شهری، شهرکی برمی خواست و ادعای ریاست و حکومت می کرد. فرو نشاندن اینها کار کارستانی بود. لذا وقتی که شاه بعدی وارث به طور کامل تعیین می شد و همه در مقابل او تسلیم می شدن و فرمان برداریشون رو اعلام می کردن، آنگه به جمهور مردم اعلام می‌کردند و او مشروعیت می‌یافت، بر تخت سلطنت می‌نشست و فرمان او قانون بود در نظامات استبدادی سلطنتی پیشین. نوع سوم مشروعیت دموکراتیک است که ما امروز با اون آشنا هستیم و تقریبا جای همه مشروعیت‌های دیگر رو گرفته است، اونها رو از میدان به در کرده، اگر نه در عمل دست کم در تئوری. اکنون هیچ جایی نیست که نگوید ما دموکراتیک هستیم و این واژه یا لقب دموکراسی یک لقب بسیار پر معنایی و پر افتخاری شده است که هیچ کس نمیخواد فاقد اون باشد، چه در نظامات اسلامی چه در نظامات مارکسیستی سابق در شوروی. همه این لقب و پساوند و صفت دموکراتیک رو استفاده میکنن یا دست کم نمیپذیرن که آنتی دموکراتیک شمرده شدن. نظامات دموکراتیک خب پشتوانه یه تئوری که خیلی 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 ستبری دارند و جای بحثش اینجا نیست، عزیزان ما هم اهل فضلن، آشنا هستن. من فقط اشاره میکنم که در نظامات دموکراتیک هم همچنان حفظ نظم، حفظ امنیت و حفظ مالکیت و حفظ جانها در درجه اول اهمیت قرار داره. یعنی این مینیمم، این حد اقل، اگر در میان نباشد حکومتی در کار نیست، هیچ. اما مشروعیتی که به حاکم یا حاکمان داده میشود از طریق انتخاب است که حکومت رو دموکراتیک میکنند. انتخاب هم مبتنی است بر یک مفهوم بسیار کلان دیگری که اون مفهوم عبارت از مفهوم حق، یعنی رایتس، همونی که در واقع پارادایمی است که ما امروز در دل او زندگی میکنیم، پارادایمی که در گذشته وجود نداشت. من به این مطلب برمیگردم چون در ارتباط با فقه اسلامی خیلی اهمیت داره و همینقدر اشاره میکنم که فقه پارادایم تکلیفی است، در حالی که نظام دموکراتیک در دل پارادایم حقی جا میگیرد و همراه کردن این دوتا در مواردی با تعارضهای خیلی جدی و استخوان شکنی روبرو میشود که باید برای اونها هم علاج اندیشید. باری مشروعیتی که نظام به دست میآورد از این سراحی بود که عرض کردم و سومیش اونیست که ما امروز بهتر میشناسیم و در دل او زندگی میکنیم که تکیه بر مفهوم بسیار کلان حق زده است و پدید آوردن و توجیه کردن و جا انداختن یه مفهوم به نام حق که عمدتاً کار فیلسوفان و فیلسوفان سیاست بود، دو قرن سه قرن طول کشید
و همین مفهوم حق است که لیبرالیسم رو هم به وجود آورده است. اگر کسی از شما پرسید که نظام لیبرال یعنی چی، چون من دیدم ترجمه های مختلف یا تعریف های مختلف میکنن و چون کلمه لیبرتی و اینا خب دم دستی ترین کلمات هست و خب ظاهراً معنای آزادی میده، میگن بله نظام لیبرال نظام آزادی خواه هست و غیره. من نمیگم این تعبیر غلط هست، ولی بسیار سطحی است و خیلی تنگ است و معنای اصلیش رو در خودش نمی گنجاند. نظام لیبرال یعنی نظام حق مدار، حقوق مدار، در مقابل نظام تکلیف مدار که نظام استبدادی است. لذا نظامات لیبرال که مؤسس بر مفهوم حق یا حقوق هستند و تکلیف در اونها ثانویه است، اینها دولت حق مدار رو هم پدید آوردند، چون حکومت لیبرال بر جامعه لیبرال صورت میگیرد. اگر جامعه لیبرال نشه حکومت هم نمیتواند لیبرال بشه، یعنی مفهوم حق باید پا بگیره و جا بیفته و آدمیان به او حقیقتا تعلق خاطر و تعلق جان داشته باشند. اونگاه از دل او حکومت حقوق مدار پدید میاد که همون حکومت لیبرال است که حکومت لیبرال مشروعیتش به از طریق تکیه بر مفهوم حق صورت میگیره. انتخابات هم یکی از جلوه ها و تجلی های حق مداری است. هر کس حق انتخاب دارد و چنین نیست که بنشیند و چند نفر کسی رو بر تخت بنشانند یا به دلیل توارث سلطنت به او برسد یا شیخوخیت قبیله‌ای در کار باشد و آدمیان هم فرمانبردار او باشند. اینطوری نیست. خب اینم یک نحوه است تا بعداً به حکومت دینی برسیم که مشروعیتش از کجا میاد. در این حال حکومت‌ها تقریباً مشروعیت‌هاشون این چنینه، اما حکومت فقط مشروعیت نیست که کار او رو به سامان میکنه. نوبت گذشته اشاره کردم دومی کفایت است، یعنی کارآمدی است. حالا این حکومت مشروعیتی از هر جا آورد، فرض کنید که بهترین شیخ قبیله یا بهترین و عادلترین سلطان رو هم بر تخت نشاندید، اگر نتواند فونکسیونهای حکومت رو ایفا کند، یعنی نظم برقرار کند، امنیت بیاورد و به مردم حاجاتشون رو برساند، اگه نتواند این کار رو بکند، مشروعیت او یا مقبولیت او سلب می شود. حالا در اینجاست که بعضی ها بین مشروعیت و مقبولیت هم فرق می زنند، اهمیتی برای مقصد ما نداره. بنابراین کفایت و کارآمدی هم جزو ارکان حکومت هاست. این ارکان هم که من عرض می کنم باز ربطی به دیانت نداره. هر حکومتی که سر کاره اگر میخواد موفق باشه، دینی یا غیر دینی، مردم باید قبولش داشته باشن و تابع و مطیعش باشن و او رو مشروع بدانن. اون حکومت هم باید بتواند حاجات مشروع مردم رو برآورده کنه. این هم نکته دوم که در باب همه حکومت ها صادق است. حالا میرسیم به نکته سوم. آیا دینداران حق دارند؟ سوالی که بعضی هم از من کردند و میکنند، دینداران حق دارند که این ماشین حکومت رو به دست بگیرند؟ اگر غرض در یک حکومت دینی است البته، اگر غرض در یک حکومت دموکراتیک است باز هم البته، برای اینکه اگر انتخاب شدند خب میتوانند به دست بگیرند. درست مثل این میمونه که شما از من بپرسید که دینداران حق دارن سوار دوچرخه بشن. خب بله البته حق دارن سوار دوچرخه بشن، این هیچ فرقی نمی کنه. حکومت هم یک ماشینه، یه ماشینیست که یک کارهایی رو باید صورت بده، یک نقشی رو باید ایفا بکنه. خب در اون رأس هر که میخواد بنشینه. به این معنا هیچ مشکلی وجود نداره که یک عده دیندار سوار مرکب حکومت بشوند و همون وظائفی که حکومت باید برآورده کنند. یعنی اولا مشروعیتشون رو از منبع مشروعیت دوران بگیرن، ثانیاً با کفایت این مرکب رو برانند و به مقصد برسانند. تا اینجا ما هیچ مشکلی نداریم، هیچ کس هم
نه در گذشته و نه در حال نگفته است که این نشدنیست و باطل است یا با عقل منافات داره یا با حقوق بشر منافات داره، مطلقاً هیچ. اما نکته سوم که باید اکنون از او بحث کنیم، ما گفتیم که حکومت یک مینیموم وظایفی داره که مینیمومش رو عرض کردم برای شما که نظم است و امنیت. این هم از یک نوع انسانشناسی برمیخیزه. ببینید ما آدم ها جلوپای خودمون خیلی بلند میشیم، به اصطلاح برای خودمون هم خیلی پپسیوا میکنیم و اینکه ما خیلی نازیم و ماهیم و سرمون مثل سر شاق میمونه و اینا. ولی خب ما باید قبول کنیم حرف آقای تامس هابز رو، و بنده هم قبول دارم، هما همی نیست لوپوس است، انسان گرگ انسان است، درسته؟ این مبنایی بود که جناب هابز گذاشت که مبنای تمام حکومت‌های مدرن است در جهان. آدمی گرگ آدمی است، یعنی اگه آدمیان رو آزاد بگذارن یکدیگر رو می‌دهند. توجه می‌کنید؟ همون که سعدی گفت، گفت تا سگان را وجوه پیدا نیست، او در باره سگان گفت و گرگان هم منطبق است، تا سگان را وجوه پیدا نیست مشفق و مهربان یکدیگرند، لقمه ای در میانشان انداز که توهیگاه یکدیگر بدرند. این سگهای مظلوم فقط اینطوری نیستن، با کمال معذرت آدمیان میتوانند خیلی گرگ صفتتر باشند، خیلی درنده تر باشن، کمان که درندگیشون رو ما دیدیم. یه گرگ یا یه سگ زورش به چند نفر میرسه که پاره پاره کنه، ولی خب یه انسان گرگ صفت اگر سلاح‌های جدیدن در اختیارش باشه، صدها و صدها و صدها برابر گرگ‌ها و سگ‌ها میتواند آدمیان رو پاره پاره کنه. خب این آدمیانی که گرگ یکدیگرند، اینها یه حافظ و حارس میخوان، کسی که نگهبان باشه و بالا سر اینا باشه و اجازه تعدی و تجاوز به اینها نده. حالا این که گفتم اون نگهبان از کجا میاد، به جای خود مینیمم وظیفه حکومت این بود که این گرگه ها رو از تعدی نسبت به یکدیگر باز دارن و یه صلح و صفای موقت، یک آتش بس موقت بین اونها برقرار کنن. این که میگن موقت، واقعا موقته، برای اینکه این بشر متمدن جدید که یک مرتبه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم به پا کرد، فروید رو هم به فکر انداخت، رساله نوشت که چرا جنگ، و در آنجا گفت که متاسفانه تمدن توحش آدمی رو علاج نکرده است، یک ماسکی، روکش نازکی روی توحش آدمی آمده و این ماسک به راحتی پاره میشه و این وحشیگری بیرون میزنه که زد و دو جنگ. الان هم ما در دوران آتش بس به سر میبریم. یکی از مورخان گفته بود که دورانهای صلح در تاریخ دوران آتش بس، یعنی اصل جنگ بوده در تاریخ بشریت. یه مدتی که صلح میکردن دوباره دلشون تنگ میشد برای جنگیدن و میریختن و خون یکدیگر رو میریختن. خب این مینیمم وظیفه حکومت که این بود، به تدریج بر وظایف حکومت افزوده شد. از اینجا ما وارد بحث اصلیمون میشیم. خب سیر تاریخی بحث رو رها کنید، یعنی اینکه این تدریج چگونه صورت گرفت. شما به دولت‌های امروزی نگاه کنید، همین دولت لیبرال آمریکا فی المثل، دولت حتی دولت اسلامی ایران و جاهای دیگه، ببینید که اینها خیلی بار به دوششونه. یعنی فقط حکومت یه پلیس نیست. خب اینو لیبرال های اولیه میگفتن که حکومت فقط وظیفه پلیسی داره، فقط نگذاره تعدی و تجاوز بشه، همینو بس، دیگه مردم کارشونو بکنن، لسه فه لسه پسه اصطلاحی بود که به کار نون، بگذار برود، بگذار هر کار که میخواهد بکند. دولت فقط پلیس است، اجازه بده هر کی کارشو بکنه، هر کی که میخواد کارش، فقط دست دزدار رو ببنده، دست قاتلها رو ببنده و متجاوزان رو سر جاشون بنشانه، اونی که میخواد در بازار گرون بفروشه، ارزون بفروشه، سر مردم کلاه بذاره، نه اینا هیچ اهمیت داره، بازار خودشو تنظیم میکنه. قانونهای دولت هم قانونهای حد اقلی
برای اینکه حقوق آدمیان از میان نرود و محفوظ بماند. ولی اینجوری نماند، برای اینکه دولت در حقیقت میوه جامعه است و درخت وقتی که رشد میکنه میوه‌ش هم پا به پای او رشد میکنه و تحولات در او ظاهر میشه. وقتی که جامعه بزرگتر شد، احتیاجات مردم بیشتر شد، خب دولت پاش رو در میان گذاشت. یعنی مردم از دولت انتظار داشتن. اکنون شما ببینید در همین دولت‌های مدرن وظیفه آموزش پرورش به گردن دولت افتاده. باید کاری کنند، دست کم قوانین وضع کنه که همه بچه‌ها آموزش ببینن. وظیفه بهداشت به دوش دولت افتاده. باید کاری کنه که بهداشت مملکت مراعات بشه، آب سالم به دست مردم برسه، دارو به درستی توزیع بشه، بیمارستان ها باشه، جاده ها ساخته بشه، پل ها ساخته بشه، وسایل حمل و نقل برقرار بشه و از اینها اگر بخوایم بشمریم ده تا و صد تا و هزار تا نیست. اینا بر اون وظایف مینیمم اولیه حکومت افزوده شده است. چرا؟ برای اینکه حاجت جامعه بوده. چرا؟ چون جامعه رشد کرده، پیچیده تر شده، دولت هم پیچیده تر شده. آیا وظایف دولت به همینی که اکنون هست منحصر خواهد ماند؟ به هیچ وجه نه. برای اینکه با تحول جامعه باز حکومت هم پا به پای او و به موازات او باید پیش بره و جواب بده به حاجات اجتماع، ولی کارآمدی خود را از دست خواهد داد که یکی از ارکان مقبولیت اوست و آنگاه باید به جای او حکومت کارآمد دیگری بیاد. بسیار خوب، اگر این طوره که این طور هست، حالا یک سوال خیلی مهم و فربه در اینجا پدید میاد. خب حکومت دینی هم غیر از این نمیگه، اگر بخوایم انصاف بدیم اونم میگه ما وظایف اولیه مردم که بهداشتشونه و آموزششونه و امنیت و نظم و قانون و امثال اونا همه رو حفظ میکنیم، یعنی کارآمدیمون رو و کفایتمون رو در اونجا نشون میدیم. اما کی گفته که وظایف دولت فقط در این هاست؟ یکی دیگرش هم عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر. ما این رو هم به وظایف دولت اضافه میکنیم، برای اینکه وظایف دولت یه چیزی نیست که از آسمان آمده باشه. پا به پای تحول جامعه، تنوع جامعه، شما میتونید وظایف تازه‌ای رو به دوش حکومت بگذارید. من عرض کردم این مرکب حکومت یا بگیم این کامیون باری که ممکنه یه دیندار هم راننده او بشه، خیلی چیزا میتونه بار بزنه. خب حالا تا حالا میگفتن این چیزا رو بار بزن، ایشون میگه ما چند تا بار دیگر میخوایم سوار این کامیون بکنیم. یکیش اینه که قوانین فقهی رو بیاریم و در جامعه اجرا کنیم، جلوی شرابخوری رو بگیریم، حجاب رو اجباری بکنیم، امر معروف و نهی از منکر بیاریم، حتی جهاد بیاریم و چه و چه و چه که فراوان میشوان در برش مثال زن. خب اینا هم بیاد جز وظایف دولت. چه اشکالی داره که یک نظام دیندار یا یک عده دینداران معتقد به دین خاصی بیایند و وظایف خاصی برای دولت تعریف کنند و اونها رو اجرا بکنن؟ از اینجاست که خب سوالها دیگه جدیتر میشه که آیا چنین چیزی شدنیست یا ناشدنیست. بنابراین من برای اینکه کاملا توی جاده درستی و صراط مستقیم حرکت کنیم، میخوام به شما بگم که یک حکومت دینی شاخ و دم نداره، چیز عجیب و غریبی نیست. حکومت هست به معنای هر حکومت دیگری، کما اینکه در گذشته وجود داشته. یعنی نوبت گذشته کسی از من بپرسه حکومت دینی ممکن است؟ البته که ممکنه، برای اینکه ممکن بوده، برای اینکه موجود بوده، برای اینکه قرنها خلفای اسلامی عرض می شود که پاپهای کاتولیک را حکومت دینی می کردن و حکومت دینی باید این ارکان را داشته باشه تا اسمش اصلا حکومت باشه، تا تعریف حکومت بر اون صادق باشه. اون مینیمم ها رو باید، یعنی اولا کافی و کارآمد باشه، واقعا نیازهای مردم برآورده کنه، نگه برید دعا کنید خدا بهتون بده، نه، باید کاری که هر حکومت
غیر دینی هم میکنه انجام بده، دومی که مشروع باشه، یعنی بالاخره بر جای حقی نشسته باشه و مردم هم قبولش داشته باشن. بعد حکومت دینی یه کار اضافه میکنه، میگه خیلی خوب ما این کارا رو میکنیم، دو سه تا کار دیگه ما میخوایم اضافه کنیم، و او اینکه با مثلا میخوایم جلوی کتابهای زاله رو بگیریم، ما میخوایم اجازه ندیم که کسی که کافره یا مرتده توی این جامعه صداش رو بلند کنه، ما میخوایم جلوی فیلم مثلا نشریات پورنوگرافیک رو بگیریم، نمیخوایم این چیزهایی رو که فاسد یا مفسد حساب میکنیم در جامعه رواج پیدا کنه، ما میخوایم جلوی بعضی از اجتماعات رو بگیریم و امثال اینها. اینا رو هم میبریم جزو وظایف دولت. ممکنه یه دولت لیبرال اینا رو جزو وظایف خودش ندونه، ولی یک دولت دیگری میتواند 100% لیبرال نباشه ولی هم کارآمد باشه هم مشروع باشه، این وظایف رو هم برای خودش تعریف بکنه. این مشکلی داره، این عیبی داره، این حکومت را از حکومت بودن میندازه، این ناکارآمد میکنه یک حکومت رو، نامعقول میکنه. سوال دقیقاً اینجاست، پس میشه تا اینجا من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، میتوان حکومت مشروع کارآمدی داشت که یک رشته وظایف تازه‌ای رو که از دین گرفته جزء وظایف حکومت بیاورد، اما نه مشروعیتش رو از دین گرفته نه کارآمدیش رو از دین گرفته. اصلا حکومت دینی معناش اینه، مشروعیتش رو فرض کنیم از مردم و از انتخابات گرفته، کارآمدیش هم در عمل نشان داده، اما یک رشته وظایف تازه‌ای برای حکومت تعریف کرده و میخواد اینها رو اجرا کنه. خیلی خوب، به اینجا که رسیدیم برگردیم به تئوری‌های کلاسیک در باب حکومت دینی، در باب خلافت، در باب امامت. ببینید اونا هم همین رو میگفتن. شما اگر به نوشته های سیاستنامه مثلا خواجه نظام الملک مراجعه کنید، مال 1000 سال پیش، حتی جلوتر از اونا، اینا دقیقا حکومت رو همون تعریف سکولار ازش میکردن به اصطلاح، یعنی حکومت غیر دینی. میگفتن نظم رو پدید بیاره، امنیت رو پدید بیاره. در نوشته های خواجه نظام الملک صریحا هست حکومت پل بسازه، جاده بسازه، به مردم برسه، زراعت ها رو و کشاورزی رو تقویت بکنه، به دنبال ارزاق مردم باشه، راه زن ها رو در جای خودشون بنشانه، نظم امنیت جاده ها رو حفظ کنه. دقیقا همین حرفا رو میزدن. اینا همون وظایفی است که هر حکومت سکولاری هم داره و ارتباطی به دین نداره. اما و هزار اما، وقتی که نوبت دیانت میرسید، تعریف امامت و تعریف خلافت این بود که یک نکته دیگر اینجا هست که از قلم افتاده است، یعنی از حکومت‌های سکولار از قلم انداختن، و او اینی که حکومت باید چنان باشد که مقرب طاعات و مبعد معاصی باشه، یعنی من حیث المجموع جهتگیریش و فضاسازیش باید به طوری باشه که مردم بیشتر به طاعات میل کنن و بیشتر از معاصی رویگردان باشن. این اون نقشی است که حکومت دینی بازی میکنه، یعنی وظیفه است که علاوه بر وظایف مینیمم حکومت باید به عهده بگیره، مقرب طاعات و مبعد از معاصی، فضایی رو پدید بیاورد در جامعه، نه به طور 100%، اما به طور کلی چنان باشد که رویکرد مردم، تمایلشون، حتی امکاناتشون چنان باشد که نتوانن معصیت بکنن یا کمتر بتوانن، و اگر کسانی میخوان طاعت کنن راحت تر این طاعت را انجام بدن، معصیت در او سخت باشه و طاعت در او راحت باشه. یک سرازیری تو جامعه ایجاد میکنن که معصیت کردن مثل سربالای رفتن است سخته و طاعت کردن مثل سر پایین رفتن است که آسان است و حاجت نیست که شما رو هل بدن. این وظیفه رو برای حکومت دینی تعریف میکردن و میگفتن اصلا شأن امام همین است. حتی امام در شیعه و خلیفه پیامبر یا خلیفه‌ای که
بر جامعه و بر امت مسلم حکومت میکنه، چنین فضایی رو باید پدید بیاورد که انسان مسلمان مطیع راحت در این جامعه بتواند وظایف دینی خودش رو به جا بیاورد و جاذبه هایی که او رو به سوی معصیت میکشاند هر چه کمتر باشد. خب این تعریف کلاسیکی بود که از حکومت دینی میشد. بازم دارم اینجا خدمت شما میگم حکومت دینی در مینیمم ها یک حکومت سکولار هست، هیچ فرقی نداره. یه چند تا وظیفه تازه به گردنش میذارن که جمع‌بندی اون وظیفه تازه همین مقربه به طاعات و مبعده از معاصی است که خدمت شما عرض کردم. خیلی خوب، حالا میریم سراغ نکته بعد که تا اینجا هم به نظر میاد مشکلی وجود نداره، یعنی هیچ کس دست کم به نظر من هیچ کس نیامده استدلال بکنه که حکومت ها حق ندارن چنین وظیفه رو برای خودشون تعریف بکنن. خب چرا حق ندارن؟ من الان به شما عرض میکنم حکومت های کنونی، حکومت های لیبرال، همین حکومت ها آمریکا که ما در اینجا زندگی میکنیم، وظیفه خودش میدونه که علم رو، علم تجربی موجه و معید رو به مردم بیاموزاند، توی مدارسش، توی دانشگاهاش به مردم دانش تجربی جدید رو آموزش بده. اگر هم چهار نفر یه حرفای کهنه و عقب افتادهی برای خودشون دارن، مشتری پیدا نمی کنن و حکومت هم لزوماً اونها رو تأیید نمی کنه. علم رو چیز مفیدی می دانه، سودمند می دونه برای ارتقاء جامعه، برای کمال نفس آدمیان بسیار لازم و مفید میدونه، لذا بودجه میگذاره، تقویت میکنه، تأیید میکنه، دانشگاه میسازه، مدرسه میسازه، کتاب در اختیار دانش آموزان قرار میده و همین مواد علمی رو به صورت مواد درسی در میاره و به همه آموزش میده. مغز همه رو از این چیزا پر میکنه. این چنین هست یا نه؟ ما که اینجا نشستیم مغزمون اصلا ناپره. یعنی این جامعه بازار است که توش علم میفروشن. برای اینکه این علم رو حکومت مفید میدانه، نه تنها ترویج و تبلیغ میکنه، بلکه چنان فضای به وجود آورده که جا رو بر هر جور علم یا دانشی دیگه هم تنگ کرده. شما این طرف نگاه میکنید، اون طرف نگاه میکنید، همین هست. حالا اگر یه حکومتی دین رو مفید دانه برای جامعه خودش، گفت الهیات و متافیزیک و اعتقاد به خداوند و اعتقاد به آخرت خیلی برای بهداشت روح خوبه، خیلی برای سعادت دنیوی و اخروی نیکوست، چرا این رو بذاره برنامه خودش نگذاره؟ من در تئوری دارم صحبت میکنم ها. چرا نگذاره؟ چرا جزو مواد درسی نکنه؟ چرا به مردم خودش آموزش نده؟ چطور علم تجربی که درست دانسته میشود حق دارد حکومت که اون رو تبلیغ و ترویج بکنه و پول به پای او خرج کنه؟ اون اندیشه حق نداره. مارکسیست هم اینن همین رو میگفتن، میگفتن ما هم مارکسیسم رو تو مدارس خودمون تبلیغ میکنیم و تدریس میکنیم و مارکسیست ها خب مارکسیسم که اصلا علم میدونستن، علم میدونستن، کتابی یعنی آقای استالین اصلا میگفت علم مارکسیسم، نمیگفت مارکسیسم علمیه، میگفت اصلا یه علمیست از علوم. خب اگر واقعا یه قومی این رو علم دانستن، چرا با او مواجهه علمی نکنن و اون رو تو برنامه ها و وظایف دولت قرار ندن؟ به خودی خود در این حد که ما داریم میبینیم و تا اینجا که من بیان کردم هیچ مشکلی ظاهراً وجود نداره و کاریست که همه جا میکنن، کاریست که همه جا میکنن. و مهم اینه که شما اون چیزی رو که میخوای ترویج کنی درست بدونی، محکم بدونی، به او اعتقاد داشته باشی. و این کاریست که جاهایی که اعتقاداتشون در این حده به خوبی صورت میگیره. اگر حکومت دینی حکومتی باشه که معتقد است که همونطور که علم، علم تجربی درسته و معیده و موجهه، اعتقاد به خدا درسته، اعتقاد به معاد درسته، نه تنها درسته بلکه مفید برای بهداشت روحی مردم است و سعادت مردم، اگر این اعتقاد رو 100% داره، هیچ دلیل تئوریکی
وجود نداره که ما بگیم اونا حق ندارن اینها رو ترویج بکنن. و حکومت به این معنا نمیتواند طرفدار دین باشه. ما حق نداریم همچیزی بگیم، برای اینکه دیگران دقیقا همین کار رو میکنن. حالا میرسیم به نکته بعدی که خیلی خوب، اینا همش تا اینجا مثل این که هیچ مشکلی وجود نداره و ممکن است که شما بگید که مردم شاید بعضیشون نخوان. خب تو همه کشورهای دیگر سنچیده رو نمیخوان، اما وقتی که شما او رو بدل به قانون کردید، قانون دیگه، قانون یعنی زور، یعنی تا وقتی که قانون نشده خب قانون نشده، وقتی قانون شد وظیفه حکومت اینه که اون رو تنفیذ کنه. و حتی کسانی هم که ناراضی هم و قبول ندارن باید عمل کنن. در امور اقتصادی اینجا اگه واقعا حکومت الزام و تنفیذ نکنه، همه از زیر بار مالیات دادن در میرن. اما یه امر لازمیست و حکومت این رو واجب میدونه برای بقای خودش، برای بقای جامعه، و کسی مالیات نده خب به زور ازش میستانن و ندهد زندانش میکنن و هزار مجازات دیگه. این مهم نیست که چند نفر قبول ندارن یا زیر بار نمیرن، مهم این است که اولا حکومت با شیوه های درست اون قانون رو قانون کرده باشه و ثانیاً هم اون رو الزام کنه، لا انفورسمنت، و متخلفین رو هم مجازات کنه. خب تا اینجا باز به نظر میاد که مشکلی وجود نداره که بنده اثبات کردم مطلب، اما هنوز چیزایی مونده، باید جلوتر بریم. ولی من میخوام ما انصاف بدیم که تو روزگاری که داریم زندگی میکنیم و چیزایی رو که به نحو بدیهی پذیرفتیم خوب نگاه کنیم و ببینیم که این بداهتشون از کجا اومده، و اگر در یه جا قبول داریم و تابع منطق واحدی هستیم، خب در جای دیگر هم اون رو بپذیریم. عرض می شود که گفته می شود که خب این قوانین دینی ایراد دارن، به همین سبب است که درسته میتواند حکومت قوانینی داشته باشه و همه جا، اما قوانین دینی ایرادای بذات دارن. این ایراد است که اجازه نمیدهد که یک حکومتی دینی بشود. بذارید من اینجا اول یه تفکیکی اینجا صورت بدم برای شما تا بقیه سخنان من روشن‌تر باشه. اولا تمام اونچه که امروزه تحت عنوان حکومت دینی از او یاد میشود، در حقیقت باید گفت حکومت فقهی. من خوشنود نیستم از بکار بردن کلمه حکومت دینی، و اون لا اکراه فی الدینی که در قرآن هست اون اصل اصیلی است که همه باید به یادش باشیم. دین قابل اکراه و اجبار نیست، نه حکومت میتونه الزام بکنه نه خود پیامبر. در خود قرآن هست بارها خدا به پیامبر میگه تو نمیتونی ایمان رو وارد دل مردم بکنی، تو فقط پخش دعوت میکنی، تو بانگت رو به دیگران میرسانی. هزار عامل دیگه داره که کسی جذب این بانگ تو و پیام تو بشود یا نشود. حکومت اگر بخواد چیزی رو انفورس بکنه و تنفیذ بکنه دین نیست، فقهه. فقه هم قانونه، قانون شرعیه. لذا کلمه حکومت دینی رو از این به بعد دیگه برداریم. از گذشته های دورم که کسانی مثل ماوردی و غزالی و خواجه نظام بکنم هر کی صحبت از حتی اون وقت اصلا کلمه حکومت دینی به کار نمی رفت، می گفتن که امامت و خلافت و کاری کنیم که فضایی پدید بیاوریم که مبعده به مبعده معاصی باشه و مقربه به طاعت باشه. اونا هم در واقع همین رو گفتن، می گفتن قوانین شرعی، یعنی هم قوانین فقهی رو توی جامعه جاری کنیم تا اینکه معصیت کمتر بشود، مثلا شرابخوار جرأت نداشته باشه در ملای عام شراب بخوره و امثال اینها، و امکان طاعت راحت تر و پذیرفتنی تر باشه. اینو میگفتن. بنابراین اتفاقا ابن خلدون تعبیر سیاست شرعیه به کار میبره، و این حکومت دینی درستش اینه که بگیم سیاست شرعی، و سیاست شرعی این سیاست فقهی. ابن خلدون تو قرن هشتمه، یعنی شش قرن پیش، میگه ما دو جور سیاست داریم، سیاستون عرفیه و سیاستون شرعیه.
سیاست عرفی یعنی هم سیاست سکولار به اصطلاح امروز، و سیاست شرعی یعنی همون که ما میگیم حکومت دینی. اما باید یادمون باشه که حکومت دینی حکومت فقهی، و الا دین یه چیزیست که متعلق به قلوب مردم است و با او کاری نمیتوان کرد. یه جمله خیلی زیبایی داره غزالی، من یه مقاله بلندی در باب احیاء العلوم غزالی نوشتم که در یکی از دائرة المعارف هم در ایران چاپ شده مفصل. این جمله غزالی رو اونجا برده بودم. غزالی میگوید که القلب خارج عن ولایت الفقیه، میگه دل از ولایت فقیه، از حاکمیت فقیه خارجه. فقیه فقط رو اندامهای بیرونی آدم کار داره، یا بیا دست ما رو ببنده، یا ما رو هل بده، یا بگه حجاب بذار، یا بگه حجاب نگذار، اما با دل من هیچ کاری نمیتونه بکنه. اما این جمله رو اونا از نوشته من حذف کردن، گفتن خب کلمه ولایت فقیه بالاخره ممکنه به ولایت فقیه بر بخوره، ولی واقعا جمله غزالی است به همه صراحت. القلب خارج عن ولایت الفقیه، یعنی فقیه یا حاکم یا هر کس با دل مردم کار نداره، نمیتونه کاری داشته باشه. دین اکراه بردار نیست، اصلا معنای اون سخن اینه، یعنی اون آیه که در قرآن هست. اما ولی فقیه میتونه اعمال کنه قوانین فقهی رو، بله میتونه حجاب بگذارید، نمیدونم کنسرت ها رو تعطیل کنید، همین کارا که میکنه. خب حالا ممکنه که گفته بشود که این قوانین ایراد داره، یعنی از اینجا وارد بشن که به هر حال حرفی نیست که حکومت باید قوانینی داشته باشه، اما قوانین فقهی واجد یک ایراداتی است. این اینجاست که خب قصه قدری جدیتر میشه. پس حکومت دینی کاراش رو انجام میده، احوازار میلیونیمش رو، از اینجا باید دید که چه مشکلاتی تازهی پدید میاد. خب قوانین فقهی در حکومت فقهی چه ایرادایی پیدا میکنن؟ همون ایرادایی که امروزه ما میگیم منافات با حقوق بشر دارن. حقوق بشر اومد سراغ ما، همونی که ابتدا میگفتم که یک مفهوم فربهی به نام حق در جهان جدید متولد شد و یک پارادایم تازهی ساخت به نام پارادایم حق در مقابل پارادایم تکلیف گذشته. این اینجا سرکلش پیدا میشه و با دندونهای بسیار تیز. من این رو نوشتم و شاید پاره از دوستان که با نوشتههای بنده آشنایی دارن دیده باشن، فقه فرزند نظام و پارادایم تکلیفی است و متناسب است با یک حکومت تکلیفی که ولایت فقیه هم یا حکومت شرعی هم همون حکومت تکلیفی است. تکلیف مردمان است که از حاکم دینی اطاعت بکنن، حقشون نیست. اما در حکومت دموکراتیک حق مردم است که حاکم رو انتخاب بکنن و اونگاه باید البته به قانونهای مملکت هم که وضع اون حاکم نیست بلکه در نظام پارلمانی وضع می شود گردن بگذارن. قوانین شرعی، و ما اینجا البته قانون اسلام رو مد نظر داریم و قوانین یهودیت رو، چون مسیحیت که چندان قوانین نداره. شما می دونید اسرائیل هنوز که هنوز کانستیتوشن نداره و قانون اساسی نداره، بعد از این 50-60 سال که سر کاره. من در آلمان که بودم 10 سال پیش در یه مؤسسه مطالعاتی چند نفر از اسکالرهای اسرائیلی هم بودن، گاهی با هم صحبت میکردیم، یکی از حقوقدانها بود و میگفت من و چند نفر دیگه مشغول تهیه یه درفتی از قانون اساسی اسرائیل هستیم. من گفت حالا کار داره تا بعد. خود او به من میگفت، میگفت ما درسته که جامعه یهودی است، البته حکومت سکولاره در اونجا، میگم ما نمیتونیم قوانین تورات رو وارد کانستیتوشن بکنیم. باید سریع هم گفت کریزی، این قوانینی که توی تورات خیلی عجیب و غریبه، بسیار عجیب تر از قوانین فقه اسلامی است. رسمن موارد متعدد داره که بسوزونید فلانی رو، بسوزونید فلانی رو، بسوزونید. بسیار قوانین خشنی وجود داره. میگم ما حد اکثر تو کانستیتوشن می نویسیم که احترام به قوانین
یهودیت و الهی میگذاریم، همینو بس. اما اینکه جرأت کنیم توی یه جامعه مدرنی بیاییم و این قوانین بسیار خشن و نامعقول تورات رو بیاریم، نمی کنیم و نمی تونیم. خب ببینید، اینا دو تا قانون، دو تا دین هم که شریعت دارن، یکی مذهب یهودیت هست، یکی اسلام هست. حضرت عیسی در این میان خودش یهودیت رو نسخ نکرد. این برمیگرده به تاریخ مسیحیت که خیلی تاریخ پیچیده است، مقصد اون دوران اولش. ولی سنت پول آمد و گفت منسوخ، گفت که قانون در دل نوشته است و دیگه حاجتی نیست که به قوانین عمل شود. در واقع اخلاق رو به جای فقه، به جای شریعت نشان. و خب چیزهایی، اشاراتی از عیسی علیه السلام رسیده بود. یکی این که بنا بود که مطابق شریعت یهود زنی رو که میگفتن زن بدکاری سنگسار کنن، که عیسی آمد و گفت هر یک از شما که گناه نکرده اون میتونه سنگ بزنه به این زن. همه سنگا رو انداختن زمین، همشون اعتراف کردن که مجرم بودن و از این طریق و به این صورت در واقع اشاره کرد، خبر داد و حالی کرد به قوم خودش که سنگسار دیگه تعطیل. و بسیاری از قوانین این چنینی، روز شنبه رفت به تمپل، معبد یهودیان، و اونجا شروع کرد به کار چیز شفا دادن بیماران. خب عیسی در ابتدا به صورت هیلر ظاهر شده بود دیگه، یک انسانی که کارهای درمانی میکرد تا رفته رفته صفت پیامبری بر او افزوده شد. یهودیان شوریدند و برآشفتند، گفتند روز شنبه که هیچ کار نباید کرد شما اومدی و داری کار میکنی، داری بیماران رو شفا میدی. و اونجا بود که عیسی اون جمله مشهور خودش رو گفت که در حقیقت میشه گفت مادر همه اون چیزی که بعداً در مسیحیت گفت، شنبه برای انسان است نه انسان برای شنبه. یعنی ما خودمون رو وقت قوانین نمی کنیم، قوانین برای احوال ما آمده است، اونا تابع ما، نه تا ما تابع اونا. اگر روز شنبه هم لازم باشه، ضروری باشه که آدمی کاری بکنه، باید بکنه. نباید بگیم که این مناسک روز شنبه دست ما رو بسته است. خب این اشارات از عیسی بود، بنابراین چه که در اناجیل آمده است، سنت پول اینا رو تکمیل کرد و در حقیقت گفت که یهودیت دیگه منسوخ است و منقرض است. بعدها هم که خب در این زمینه‌ها خیلی تئوری سازی شد. مارتین لوتر در آثار خودش توضیحات مفصلی داره که چرا دوره موسی گذشت و دوره عیسی رسید، چرا اون شریعت منسوخ شد، حرفای فراوانی گفته شدن. در اسلام هم که خب ما شریعت داریم و این قوانین وجود داره، گفتن که این قوانین با حقوق بشر منافات داره. ملاحظه بکنید این قوانین قرنها قوانین جامعه اسلامی بوده، هیچ کس هم اعتراض نکرده بود، برای اینکه مفهوم حقوق بشر وجود نداشت. ببینید، زنان مورد تریتمنت خاص قرار می گرفتن تو جوامع اسلامی و تو جوامع یهودی و براشون حقوق خیلی کمتر از مرد قائل بودن. و در مورد غیر مسلمان ها خب حقوق خاصی قائل بودن، هیچ کسی اعتراض نمی کرد. در حقیقت چون مفهوم حقوق بشر نبود، همه تسلیم بودن، قبول داشتن اینها رو، قبول داشتن. من حالا به شما یه مثال میزنم تا تعجب نکنید که چرا قبول داشتن. باز در آلمان بودم من چند سال پیش، سمیناری بود و سخن از حقوق بشر می‌رفت. من اونجا پیشون گفتم که دوستان عزیز، همهشون ساینتیست بودن و پولیتیکال ساینتیست بودن بلا استثنا، من یکی اونجا مسئله نارنگ ناجوری بودن. گفتم دوستان عزیز، بنده آلمانی نیستم و سیتیزن آلمان نیستم، بسیاری از حقوق رو من اینجا ندارم. اصلا اینا مثل این که یه کسی اومده و از یه سیاره دیگه اومده داره این حرفا رو میزنه. بعدن البته به من گفتن تو چشم ما رو باز کردی، حرفای خیلی خوبی زدی. گفتم ناراضی بکنید، شما این حقوقی که میگید مال سیتیزناتونه، مال غیر سیتیزن نیست. من اینجا حق کار ندارم، حق درآمد ندارم، حق انتخاب کردن ندارم، حق انتخاب شدن ندارم، بسیاری از این حقوق رو من ندارم برای اینکه سیتیزن نیستم.
ده به قول خودشون ده چی میگن اکسیدنت آف برث، فقط به دلیل اینکه من اینجا متولد نشدم، همین ولی آدمم شو خودمم ندارم، اما هیچ کدوم ندارم ندارم. ببینید میخوام این برای ما پذیرفتنیست، یعنی شما فکر نکنید این که حقوق یک سیتیزن با غیر سیتیزن نابرابر است هیچ که امروز حرفشو نمیزنه، همه ما قبول کردیم نکردیم اعتراض هم نمی کنیم. در گذشتم هم اینطور بود، اینکه حقوق یک مسیحی یا یهودی با یک مسلمان تو جامعه اسلامی برابر نبود اصلا یک بدیهی بود، هیچ که حرفشو نمیزد. مسلمان ها سیتیزن جامعه بودن، اونا نان سیتیزن بودن، حقوقشون نابرابر بود، با یه تفاوت خیلی مهم. اون تفاوت این است که امروز شما برای اینکه سیتیزن بشی و 10 سال دوندگی بکنی، اما در گذشته برای اینکه مسلمان بشی 2 کلمه میگفتی مسلمان میشدی، از همه حقوق مسلمان ها برخوردار میشدی، میتونستی حاکم مسلمان ها هم بشی. همین فقهی که داریم اسمشو میاریم حرفشو میزنیم همین رو میگه، یعنی حالا هم این رو میگه. شما بگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد، هیچ کم حق نداره تا قلب شما رو بشکافه بگی شما راست میگی دروغ میگی منافقی مؤمنی حقیقت میگی، هیچ کدوم. همین که شما اعلام کردی من مسلمانم سیتیزن میشی به تمام معنی کلمه با جمیع حقوق لازمه و مکتسبه. ولی امروز سیتیزن شدن مگه به این راحتیه؟ ممکنه بعد 10 سال دوندگی هم نشی. خب میخوام بگم فقط توجه شما رو جلب کنم که چگونه یک بدیهی بدیهیست و کسی سوال نمیکنه، فقط وقتی دورش گذشت از او سوال میکنن که عجب یه عده با این شرایط در این شرایط زندگی میکردن هیچی هم نمیگفتن، زنا اونجوری بودن، یهودی ها اونجوری بودن، اقلیت ها اونطوری بودن، چی بود اینا هیچی نمیگفتن، اینا عقلشون کم بود؟ نه هیچیشون کم نبود. خیلی من و شما هم امروزه وقتی که دورانمون بگذره و یه 200 سال بعد یه عده ممکنه میان همین سوالا راجع به ما بکنن که اینا در مقابل یک چیزا چرا سکوت کرده بودن، چرا تسلیم شده بودن، چرا تحمل میکردن. داستان اینه، میخوام ببینید این سخنی که من دارم میگم مبادا این تلقی رو در ما به وجود بیاره که گذشتگان متاسفانه مثلا یه چیزی از عقلانیت کم داشتن و ما امروز خدا این تحفه عقلانیت رو داده، اصلا و ابدا نیست. اولین درسی که ما در تاریخ علم میخوندیم، بنده اگه یه تخصص داشتیم تاریخ علمه، ما تو تاریخ علم میخونیم همین بود که فکر نکنین گذشتگان عقلشون کم بوده، عقل ما امروز بیشتر از اوناست. نه، تئوری های بسیار احمقانه شو پیدا کردم. ارسطو باور داشته، ارسطویی که بنده و امثال بنده انگوش کوچیکش هم نمیشیم، نباید فکر کرد قصه این چنین نیست. این سیستم معرفت انسان بسیار پیچیده تر از این خیالات ساده و ساده اندیشانه است که ما میکنیم. حالا ملاحظه بکنید این قوانین وجود داشته در شریعت یهود، در شریعت اسلام، بعضی هاش خیلی خوب میشه فهمید که چرا این چنین بوده، کاملا در دوران خودش منطق داشته، معنا داشته. اما در جهان ما و در جهانی که لیبرالیزم در اون سلطه مطلق پیدا کرده، اینا معانیش رو و منطق خودش رو از دست داده، به طوری که خوب قابل فهم نیست. امروز برای خودش بسیار امر معقولی بوده در دوران خودش و کارآمد بوده، کار میکرده، نتیجه میداده، نظم برقرار میکرده، امنیت میآورده. البته متجاوزانی هم بودن که خب رعایت مقررات نمیکردن، پاشون رو هم از گلیمشون دراستر میکردن. میگن که قوانین دینی و حکومت فقهی با حقوق بشر منافات داره. خب این حقوق بشر اینجا یک مسئله خیلی اصلی است که حقوق بشر نمیگن حکومت نباید فقهی باشه، میگن بعضی از قوانین فقهی با حقوق بشر نمیخوره، یه تعدادش هم میخوره، هیچ اشکالی هم نداره. هیچ کی نگفته قوانین همه کشورها باید مثل هم باشه. میگه قوانین آمریکا مثل قوانین فرانسه است، مثل قوانین ترکیه است. خب حالا قوانین یه جامعه دینی هم یه جاهاش متفاوت باشه با جاهای دیگه، چه اشکالی داره؟ مهم اینه که به اصطلاح با حقوق بشر منافات نداشته باشه. و از اینجا ما وارد یه بحث کلان میشیم. آیا هاضمه دین و هاضمه فقه چنان هست که بتواند حقوق بشر رو ببلعه و جذب کنه یا نه؟ مسئله دقیقا اینه. ببینید، با از حکومت دینی اومدیم رسیدیم به حکومت فقهی.
از حکومت فقهی هم اومدیم رسیدیم به منافات پاره ای از احکام فقهی با حقوق بشر. لذا سؤال مهم در دوران ما این است که آیا فقه دینی و شریعت میتواند حقوق بشر رو جذب بکنه؟ به تعبیر دیگه پارادایم تکلیفی که فقه در او پرورده شده بود میتونه جمع بشه و سازگار بشه با پارادایم حقی؟ این یک مسئله کلان است. اگر بتونید شما اینو حلش کنید میتونید یک حکومت فقهی داشته باشید، از مشروعیت برخوردار باشه، از کارآمدی هم برخوردار باشه و قوانینش هم لازم الاجرا باشه و منافات با حقوق بشر هم داشته باشه. اون یک مسئله کلان است که تو دینشناسی جدید مطرحه. اما نکته بعد که وقت ما هم تقریبا به پایان رسیده و من باید این بحث رو تمام بکنم، دیگه نمیخوایم نوبت بعد برگردیم به این مطلب. اما نکته بعد این که من اینجا یه اشاره کردم، این که چرا اصلا اینجور سوء ظن نسبت به حکومت فقهی وجود داره؟ چرا ما این همه اینجا باید بیایم بحث کنیم، حرف بزنیم، استدلال کنیم، نمونه بیاریم، شاخه واحد تاریخی بیاریم، بحث عقلی بکنیم که بگیم والا بلا یک حکومت فقهی اگر این از این تست ها بگذره و به این معیارها وفا کند میتواند حکومتی باشه برای خودش در کنار حکومت های دیگه؟ اون سوء ظن اصلی عبارت است از سوء ظنی که به دین وجود داره. ببینید من مثال زدم برای شما، گفتم این بود حکومت ها بدون شرمندگی علم جدید رو ترویج میکنن، برای اینکه کسی به علم جدید سوء ظنی نداره، معتقدن پایه های محکم داره، لذا بهترین خدمت رو میکنن به مردم جهان که علم رو میآموزن و میآموزانن و پیش میبرن. اما ادیان متاسفانه دیگه چنان آبرویی در جهان جدید ندارن. اولا متعددن، ببینید تقریبا علم یه علم بیشتر نیست تو جهان. این عکسی که شما از سینتون اینجا میگیرید خب هم طبیب اینجا میخونه، هم ببرید ونزوئلا، هم ببرید اندونزی، هم ببرید ترکیه، اینا برای همه یه معنی داره. وقتی که یک درس رو خوندن همشون یه جور بد معنا بکنن. علم در واقع یک چنین موقعیتی تو جهان جدید پیدا کرده. خیلی هم جالبه این، یعنی ما تو تاریخ گذشته واقعا نداریم چنین حجیتی پیدا کرده که هر چیز رو با اون میسنجن. ولی ادیان اینجوری نیستن، از چنین صلابتی برخوردار نیستن. اصل مطلب در اینجاست. چرا؟ برای اینکه اول ادیان دچار متعددن، حالا اون بزرگاشون 4-5 تان و الا کوچیک و خرد و خرد فراوان دارن. دوم این که تقریبا هیچ صاحب دینی، پیرو دینی، پیرو دین دیگری رو نمیتونه متقاعد کنه که تو به این طرف بیا. واقعش اینه، ادیان، من رو همیشه گفتم، با شیفتگی نسبت به شخصیتی که صاحب رسالت هست پدید میان و با تقلید ادامه پیدا میکنه. پدیده کانورت شدن نادر است در همه ادیان. در همه ادیان هست، بسیار اندک. من نسبت به این مطلب خیلی هم حساس بودم. تو بعضی از کلاس هم همین چند سال پیش دانشگاه هامبورگ من درس می دادم، چند تا دختر خانم آلمانی بودن سر کلاس، خودشون گفتن ما مسلمان شدیم. برای من خیلی جالب بود، من قصه های اینا رو ازشون می پرسیدم که شما چی شد که مسلمان شدی، اون یکی چی شد که مسلمان شدی. خیلی دوست داشتم چون قصه کانورت شدن برای من فوق‌العاده مهمه. بازم دیدم جاهای دیگری، اما پدیده کاملا نادر است. بنابراین این که ما بکوشیم یه قومی رو دینشون رو عوض بکنیم یا انسانی رو دینشون رو عوض بکنیم حقیقتا کوشش عبثی است و ما حتی اکثر میتونیم نشر دعوت بکنیم، این حرف خودمون هم بگیم در میان حرفای دیگه، خب بشنوند، کسی هم پذیرفت و پسندید بپسنده. و الا نمیشه فشار رو برد، نمیشه به اجبار و اکراه در دل کسی کرد.
و نه دین اجباری، دین اصلا. حالا گیرم یه کسی اومد و ظاهرن هم گفت سلمنا و سمعن و طاعتن، ولی این که دینداری نیست. یه دی فکر میکنن مسلمان ها، حالا اینجا بازم نکته رو من عرض کنم که حمله میکردن به کشورهای دیگه و به اصطلاح کشورگشایی میکردن، این دنبال مسلمان کردن دیگران بودن. نه اینطوری نبود، اونا خودشون عقلشون هم میرسید اتفاقا. به هیچ که نگفتم یه مسلمان شد، فقط گفتن تسلیم قدرت ما بشید، هر دینی دارید داشته باشید، تسلیم قدرت ما بشید. یعنی دقیقاً اسلام رو میبردن اونجا، نه ایمان رو. میگفتن شما بیاید و در مقابل حکومت تسلیم باشید، رعیت ما باشید، همینو بس. بیشتر از این نمیخواستن، برای اینکه میدونستن که ایمان رو و دین رو به زور وارد دل کسی نمیشه کرد. اما مطمئن بودن که به تدریج که یه تعداد مسلمان برن اونجا نشر دعوت بکنن، خود به خود دیگران مسلمان میشن، که این اتفاق هم افتاد، بعضی هم نشدن. باری میخوام این رو عرض بکنم که ادیان در دوران حاضر صلابت و استحکام پیشین خودشون رو از دست دادن. شما امروزه میتونید بگید ما حکومتمون رو بر علم بنا میکنیم، اما مشکل بتونید بگید بر دین بنا میکنیم، بر فقه بنا میکنیم. برای اینکه اونا اولا با چالش حقوق بشر رو برو هستن، ثانیاً از بیخوبون محصول یک مجموعه هستن که اون مجموعه حرمت پیشین و صلابت پیشین خودش رو از دست داده. به همین سبب هم وقتی که شما چیزی رو واجد معقولیت ندیدید، مجبورید که دست به زور ببرید، دست به کشورگشایی ببرید، بخواهید طرقی غیر منطقی اون رو جا بیندازید و به دیگران بقبولانید، که همین اول فاجعه است، اول مصیبت است. خیلی خب، تقریبا سخن اصلی من تمام است. فقط به نکته آخری که میخوام اشاره کنم، مسئله این استش که بسیار خوب، فرض کنید ما یه حکومت فقهی بنا کردیم، فرض کنید که توانستیم مردم رو قانع کنیم که این دینی که ما داریم برای شما سعادت می آورد، فرض کنید که حکومتمون کارآمد بود، حکومتمون مشروع بود، سوال سوم این است به چه روشی میخواید احکام دینی رو پیاده کنید؟ ما بنابراین سه رکن پیدا کردیم: رکن مشروعیت، رکن کارآمدی، رکن روش. به چه روشی میخواید این قوانینتون و احکام فکریتون رو در جامعه اجرا بکنید و تنفیذ بکنید؟ این هم از اون شیوه هاییست که میتواند به کارآمدی حکومت شما لطمه بزند، میتواند حتی به مشروعیت شما لطمه بزند. قانون کردن اون هم البته وقتی که اکثریت جامعه باشن میتونید تبدیل به قانونش بکنید، اما در دموکراسی ها همیشه حقوق اقلیت هم باید محفوظ نگه داشته بشه. من میخوام بگم در دوران و در پارادایم کنونی که پارادایم حقوق بشر است، بنا کردن یک حکومت فقهی یا یک سیاست شرعی، اصلا اسم حکومت دینی نمیبریم، بنا کردن یک سیاست شرعی، هر شرعی باشه، یک حکومت فقهی، هر فقهی باشه، اولا به دلیل چالش حقوق بشر، ثانیا به دلیل حقوق اقلیت ها، ثالثاً به دلیل سست شدن صلابت ادیان در جهان جدید در قیاس با دین، رابعاً به دلیل پدید آمدن دولت ملت ها که مفهوم امت رو از میان برداشته است و قوانین دینی و فقهی که برای امتن آنها رو در چارچوبه ملت ها محصور کرده است، تقریباً چشمنداز روشنی ندارد. به این معنا بوده است که گفتند که حکومت رو از قوانین شرعی باید جدا کرد و حکومت فقهی نمیتوان بنا کرد به تمام معنای کلمه، باید حکومت رو یا فقه رو با حقوق بشر آشتی داد. اما چنان حکومتی که از این خصوصیات برخوردار است هیچ مشکلی ندارد که دینداران هم
رانندگان آن مرکب باشند. بگذارید سخنم رو به دو بیت از سعدی پایان ببخشم. سعدی نمیدانم حقیقت یا غیر حقیقت میگوید که در تبریز به دیدار یکی از حاکمان مغول رفتم و سخنانی با هم دیگه گفتیم. اون وقتی که میامدم گفت من رو نصیحت کن. این دو بیت رو در مقام نصیحت برای او خوندم. گفتم که شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد حلال باد خراجش، که مزد چوپانی است، وگر نرائی خلق است زهر مارش باد، که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمان است. تصویر رو می‌بینید، تصویر چوپان و رمه است. میگه به او گفتم که اگر این همون مفهوم حکومت سکولار است، دقیقا تو شعرهای سعدی شما هیچ جا بحث از حکومت فقهی و دینی نمیبینید. همه جا حاکم رو به وظایف حد اقلی حکومتش توصیه میکنه. عدالت رو برقرار کن، پاس رعیت رو داشته باش، نذار ظلم بشه، نذار تبعیض صورت بگیره. شهی که پاس رعیت نگاه میدارد حلال باد خراجش، مالیات میگیره نوش جونش، حلال باد خراجش، که مزد چوپانی است، وگر نرائی خلق است زهر مارش باد، که هرچه میخورد او جزیت مسلمان است. و السلام علیکم و رحمت الله. جامعه هر چقدر پیشرفت کنه فانکشن حکومت هم زیادتر میشه، در حالی که من احساس کنم ماها داریم به این زمینیم که مینیمایز کنیم فانکشن های دولت رو و سعی کنیم که این کارش کمتر بشه. احساس کنم این بدم به اون چیزی من فکر بدم در نابود داشت. سال دوم این بود که آقای متحلی تو کتاب علل گرایش به مادی گرایش میگه که و زمان رنسانس با اون حکومت دینی مردم از دین زده شدن به خاطر فانکشنی که اون موقع داشت. چجوری شد قبل از اون موقع حکومت دینی باعث زده شدن مردم از دین نمی‌شدن، ولی الان تو جامعه از اون رنسانس به بعد حکومت های دینی فانکشن جوری شده که مردم بعد جوری مدید از دین زده میشن؟ ببینید بله، ایشون نکاتی رو گفتن، اتفاقا من از من نکته اصلی رو هم نگفتن. اولا شما مقایسه کنید حکومت‌های در قسمت اول سوالتون، حکومت‌های جدید و حکومت‌های گذشته. حکومت‌های گذشته رو مثلا ایران خودمون رو دوره قاجار رو بگیرید یا همین حکومت‌های اروپای گذشته، اینا بسیاری از مسئولیت‌ها رو نداشتن. مسئولیت بهداشت نداشتن، مسئولیت آب سالم مردم رسوندن نداشتن، مسئولیت آموزش پرورش نداشتن، هیچ کدوم اینا نبود، به تدریج به گردنشون افتاد. البته میشه امروز تدبیرهایی کرد که اینها بارش سبک‌تر بشه، ولی حکومت‌ها خیلی مسئولن در مقابل اینا. البته هرچی لیبرال تر باشن سعی میکنن که اینها رو به حال کمتر کنن. شما نگاه کن الان تو فرانسه این حکومت لیبرال سکولار اومده و مثلا دخترها نمیذاره توی مدرسه حجاب داشته باشن. یه خانم این اواخر در تونس الان زندگی میکنه، خانم گزارشش رو میخونم، الان دیگه تقریبا 40 سالش، 1989 وقتا که اولین بار روسری ها نمیذاشتن با روسری تو مدرسه برن، این از اونایی بود که محرومش کردن از روسری و آمده بود حسابی تو تلویزیون فرانسه و تونس گزارش میداد که اینا با من چه کردن و دائما حرفشون هم این بود که تو پدرت رو مجبور کرده، که میگو به اینا میگفتن والله پدر من نه تنها نکرده بلکه به من میگه اینا اگه به تو فشار میارن روسریت هم بردار و حجابت رو کنار بگذار. ولی میبینید حکومت داره این کارا رو میکنه، یعنی لایسیته رو به اصطلاح داره تحکیم میکنه، جز وظایف خودش میدونه. دائما به ایران میگفتن که شما داری این نظم لایک ما رو به هم میزنی. خیلی از این وظایف هست که حکومت امروزه به عهده گرفته. گذشتگان خیلی کاری نداشتن، حتی به دین و ایمان مردم هم واقعا در گذشته خیلی کاری نداشتن، ولی امروز اینا خیلی اهمیت پیدا کرده. بسیاری از چیزها هست که آمده و براش هر روز این قانونگذاری های شما ببینید تو پارلمان و تو مجلس ها، اینا همه دخالت های دولت دیگه.
بنا بود حکومت لیبرال دخالت نکنه، مردم کاراشون رو انجام بدن. ولی این همه قانونگذاری که میشه، اینا حکایت از این داره که اینطور نیست. دلیلش هم حالا بعدن میگم که چرا اینطوری شده، یعنی یه نکته اصلیست که باید به بحث خودم اضافه کنم. اما مطلب دومی که نقل کردید، ببینید دلیل روگردان شدن از دیانت خیلی چیزا بود، یک عامل نداره. حالا در غرب، در اروپا نداره. اولش این که بالاخره اکتشافات علمی بایبل رو از حرمت و قداست پیشونش انداخت، این اولش بود دیگه. چیزایی کشف شد، دانشمندا مطالبی رو راجع به آسمان، راجع به زمین، راجع به پیشینه کره زمین اینا آوردند و گفتند که خب مخالف بایبل بود. و رفته رفته آدم های چیزفهم درس خونده اجوکیتد اینا راهشون رو جدا کردن، یعنی با دیده تردید به تعلیمات کلیسا نظر کردن. دومی که، و این خیلی به نظر من مهم بود، مسئله حقوق بشر پدید آمد. ببینید این حقوق بشر اصلا جد و پدر و مادر هر اتفاقی است که در جهان انسانی امروز میفته، در سیاست، در حکومت، در علوم انسانی، در اقتصاد، در مذهب و در دین. خیلی این مفهوم کلان است، هر چی شما در بارش فکر کنید جا داره. برای اینکه روی یه ریشه رفته و دست گذاشته که و چیزی رو از اعماق وجود انسان بیرون کشیده که دیگه به جای خود نخواهد نشست، یعنی دنیا رو عوض کرده. یکیش هم دین رو. ببینید دین تو مفهوم تکلیف کار میکنه دیگه. من بارها گفتم مفهوم حق یعنی آدمی که از خدا هم طلبکاره، و این البته با اندیشه های سنتی دین سازگار نیست. میتوان سازگارش کرد، نه اینکه نتوان. و این یکی از همین اندیشه ها، یعنی مسئله هایی که روشن بکری دینی و رفرم دینی پیش روی خودش گذاشته. ولی به هر حال درک پیشین اینچنین بود. حقوق بشر وقتی که آمد، نگاه مردم نه فقط به کتاب مقدس، به تکالیف دینیشون عوض شد. واقعا اینکه وظیفه ماست دیندار باشیم تبریک شد، اینکه حق ماست دیندار باشیم، میتونیم هم نباشیم مثلا، و امثال اینها. و بعد خب آزادی بیان، خیلی از چیزهایی که توی جامعه بسته دینی گفته نمیشد و به گوشها نمیرسید، در یه جامعه باز گفته شد و به گوشها رسید. به اصطلاح شبهه ها پراکنده شد و بسیاری از اذهان رو آلوده کرد. و این چنین بود که رفته رفته دین از حرمت و صلابت پیشین خودش افتاد. البته کلیساییان هم، یعنی ارباب کلیسا، اونهایی که قدرت داشتن، رفتاری که با بیدین ها کردن، اون آدم سوزی هایی که کلیسا انجام داد، اینا هم البته مؤثر بود. به هر حال آزاد فکران رو و کسانی رو که به اندک تردیدی و شبهه‌ای فکر میکردن اینها بیدینن یا اهل بدعتن، میگرفتند و میسوزندند و اعدام میکردن. و که خب یک صفحه سیاهی در تاریخ کلیساست حقیقتا. بله مجموع اینها بود. ولی من گمان امس اولا ظهور علم، ثانیا ظهور حقوق بشر، این دوتا بود که اون چالش اصلی رو پدید آورد. چیزای دیگه هم به طور فرعی در کنارش بود. ببینید مردم کلن با زور و استبداد خو داشتن. سلاطین همه زورگو بودن، سلطنت یک نظام استبدادی بود، این شکی نبود. حالا کلیسا هم استبداد میورزید، خب میورزید، یه چیز خلاف نرم زمانه نبود. اونی که خلاف نرم بود، اونی که در آمد و جا رو بر چیزهای دیگه تنگ کرد، یکی شوق بشر بود و یکیش هم علم. هر دوتا هم رشد تدریجی داشتن، یعنی رفته رفته اینا بزرگ شدن، چاق شدن و خیلی چیزها رو زیر سوال بردن که تا امروز هم این رشد ادامه داره. این شو ببینید حقوق بشر رشد میکنه، خیلی مصادیق تازه رو داره فرا میگیره، مثل همجنسگرایی و فلان، هم علم داره رشد میکنه و چالش‌های تازه‌ای داره پدید میاره و دیگه عاقبت امر رو هم خدا میدونه. من بود اظهار نظرم که
people are not passive because they are primitive, but they are primitive because they are passive. در حکومت فقهی استبدادی نهفته است، نهان هست. این استبداد که یک معلوم کسانی میتونن به اکثریت حکم بکنن ضد حکومت بشر و ضد دموکراسی است. و اینطور هست که رو به نابودی است. ببینید حکومت فقهی لزوماً نباید استبدادی باشه، میتونه استبدادی نباشه. ببینید شما فرض کنید که یک کشوری بنشینه و فقه خودش رو از نو سامان بده، توجه میکنید؟ فرض کنید در ایران به نظر من روشنفکران دینی رو آزاد بذارن، میتونن یه فقه حقوق مدار درست کنن. این فقه حقوق مدار هیچ کم نداره از قانونهای دیگری که تو کشورهای دیگر. حکومت هم میتونه غیر استبدادی باشه. درسته ذهنیت علما و روحانیون ما ذهنیت استبدادی است. یعنی اینا میگن خداوند یک کسی رو معین کرده و اون اونجا هست و آب نمک. و اینو واقعا میگن که مجلس خبرگان اون شخص رو کشف میکنه، نه اینکه نصب کنه. یعنی خداوند یک کسی رو که پیشاپیش معین کرده و مقدر است که او امام جامعه مسلمین بشه، وظیفه مجلس خبرگان این نیست که او رو انتخاب کنه یا نصب کنه، وظیفش اینه که او رو کشف کنه. هیچ وقت هم نمیادن بگن حالا اگه اشتباه کرد چی، فکر میکنن درست هم کشف میکنن. وظیفه مجلس خبرگان اینه که اونو کشف کنه و بعد او دیگه مشروع است و نصب الهیست و مینشیند و فرمانش مطاعه و به طور استبدادی هم فرمان میرانه. این درسته، ولی من میخوام بگم میتونه اینطوری نباشه. لذا ببینید یک سیاست شرعی، یک حکومت فقهی غیر استبدادی همراه با سازگار کردن فقه و حقوق بشر میشه بنا کرد، به طوری که جامعه رو هم جامعه‌ای بکنه که فضای پاکیزه تری داشته باشه. یک نفر مسلمان مطیع راحت تر بتواند مطیع باشه و جاذبه های معصیتی و خلاف اخلاقی و خلاف شرعی در او کمتر باشه. اون چه که در عمل تا امروز شده و امروز هم دیده میشه تو ایران ما و جاهای دیگه مثل عربستان و سعودی، بله هم نیست که شما میفرمایید. یعنی یک استبدادی است که جامعه دین پوشیده، یا یه دینی است یا فقهی است که جامعه استبداد پوشیده و این 100% رماننده است، مخصوصا برای انسان امروز. جواب داده این سوال دوم هم در جانبیه. مثلا این که اشاره کردیم پدیده کانورت کردن خیلی پدیده نادریه و ما میبینیم چطور بوده که در اوائلی که ادیان اومدن و بعد اینکه مثلا مسلمان حمله کردن به کشورهای دیگه خیلی عادی بوده. یعنی خب بالاخره همه گیر شده. به نظر شما چرا اینه؟ ببینید من اشاره کوتاهی تو صحبتام کردم، بلند بود که میگید این نسبت به بحث ما جانبی است. پیامبران که می اومدن شخصیت پیامبران مردم رو کانورت میکرد. وقتی که پیامبران میرفتن دیگه اون شعله با اون قوتی که داشت خاموش میشد، دیگران دیگه نمیتوانستن چنان جاذبه‌ای داشته باشن که دلها رو به سوی خودشون بکشانن. پیامبران این کار رو میکردن. مولوی سخنهای بسیار در این باب داره که اصلا پیامبر جان امت خودشه. خیلی حرفای مهمی در این زمینه داره که او وقتی که میاد یه حیات تازه میبخشه، شخصیت تازه میبخشه به امتش، به معاصرانش. این میماند و به بعدی ها منتقل میشه. آره با اومدن اونا این کار میشد، بعدن دیگه خیلی کم، مگر در اثر همین همسایگی کردن و نشست و برخاست و تبادل های فرهنگی و امثال اینا. داشتن خودش که این که میگیم یه جورایی خودتون جواب رو دادیم، ولی یکمی همین برام کمی یکم جواب داده نشده. همین که روشن فکری دیگه به نظر من خیلی الان وضعیت سنگینی داره در زمینه که بخواد حکومت، چون آخرش یعنی آخرش که بخواد فکر کنیم یه چیزی میشه شبیه همینی که اول اینجا مثلا اتفاق افتاده که خب ارپل قبلی حقوق بشر خیلی قوی شده در مقابل چنین چیز واستادن هم نداشته میشه که یه حکومتی میشه، یه دنیایی میشه که دین دار بودن توش سخته.
بعد خب توی ایران آدم بعد موقع فکر کنه که دیندار بودم یه چیزایش آسیب، یعنی آدم مخالفه خب فرض کنیم با حجاب اجباری کنه، هر چیز اجباری که توی ایران هست، ولی یه چیزایی رو آسون هم کرده دیگه، بعد نمیدونم یه جوری بعدی خوشم فکرهایی دیگه یه کاری بکنم، یه تئوری خوب بنام کنم، کمک کنیم بلاخره کردن و بشر به وجود بودن و اینا محکم کردن راهش رو اینا، ولی چنین چیزی باشه که بشه یه حکومتی به وجود بود که آدم بتون توش خوب توش دیندار بمونه، ولی در این حال خب یه سری چیز دارم. بله نه درست میگید، من این رو کاملا من فقط سررشته رو به دست دادن، ولی اینکه راه بلندی در پیشه و باید رفت و یک تجربه دشواری رو ما در پیش داریم هیچ جای شکی نیست و یک کمک جمعی هم لازم داریم، همه باید مشارکت کنن. منم با شما موافقم، اگر بتوانیم هممون به دست به دست هم بدیم، یه جامعه‌ای باید ساخته بشه، درست شبیه این که میگیم یه جامعه‌ای از لحاظ اقتصادی باید ساخته بشه که دزدا توش دستشون بسته باشه، نه اینکه هیچ دزدی رخ نده، اما به سختی بتونن کار خودشون رو بکنن و در این حال یک سلامت اقتصادی هم باشه که حق به حقدار برسه. در یه جامعه ای که به هر حال دینداران هم حق دارن جامعه ای داشته باشن که خودشون میپسندن، چطور لیبرالا دوست دارن، مارکسیستا دوست داشتن، هیچ کس این حق رو، حتی به زبان حق من دارم صحبت میکنم، هیچ کس این حق را از دینداران نگرفته و نمیتونه بگیره که دلشون میخواد یه جامعه‌ای داشته باشن که تو این جامعه راحت دینداری بکنن و شخص دیندار شرمنده نباشه، تخفیف نشه، دیندار دین ورزیدن او سخت نباشه، به قول قدیمی ها شنا کردن تو استخر شیره نباشه، راحت بتونه شنا کنه، هیچ مشکلی نیست، در اصل چنین خواسته ای داشتن بحثی نیست و همه هم باید کمک کنم. من مهمترین جهدش جهد تئوریکه، جهد تئوریک در اینجا لازمه. ببینید توی جامعه ما، من این رو بارها گفتم دیگه، حالا نمیخوام اونا تکرار کنم، انقلاب ما انقلاب بی تئوری بود، یعنی به هیچ تئوری تکیه نزده بود، یک انقلاب عاشقانه غیر عاقلانه بود و از یه اسلامی دم میزد که هیچ چیز این اسلام معلوم نبود، نه سیاستش، نه حکومتش، نه اقتصادش، هیچ چیز راجع به اینا تئوری پردازی نه هیچ کس نکرده بود، آقای خمینی هم نکرده، تا آخر عمرش هم نکرد، تا امروز هم این آقایون نکردن. تئوریشون این بود که قوه مجریه رو که ما به دست بگیریم کار تمام است. ما همه چیز داریم، فقط قوه مجریه رو به دست میگیریم، اجرا میکنیم اون چرا که احکام اسلامی میدانیم. خب شکست هم خوردن، به نظر من کاملا شکستشون مشهوده، برای اینکه اشتباه میکردن. قوه مجریه مجری چیه؟ مجری تئوری هاییست، وقت اون تئوری ها نیست وقت بعد به بربریت یا به زور دست بزنه، کار دیگه نمیتونه بکنه، توجه فرمودید. این فقه رو هم که حاضر نشدن نودوزی بکنن، حاضر نشدن که نوع اندیشی بکنن، گفته همون فقه جواهری، همونی که بوده، برای اینکه غیر از این سرمایه وجود نداشت، به دیگران هم اجازه نمیدادن که بیان. امروز هم که خب به دلیل اینکه زورشون بیشتر شده بیشترن بر این طبل میکوبن، یعنی استبداد رو و دندونهای تیزش رو بیشتر نشان میدن، حالا اونا راه به جای نمیبره، یعنی اون برای من مثل روز روشن است که یک تجربه شکست خورده است، پریود، یعنی هیچ مطلبی دیگه نباید بشه اضافه کرد. اما از کجا شکست خورد؟ از اینجا که تئوری نداشت، از اینجا که تئوریش این بود که فقط قوه مجریه رو ما باید به دست بگیریم، بعد میایم و مثل اینکه مردم لوح سفیدن یا مومن، هر جوری خواستید به اینو صورت میدید، این چنین نبود و نیست، هیچ جا هم نیست، بدوی ترین جا هم اینطوری نیست. اما اینکه چی کارا باید کرد، چه راهایی باید رفت، ببینید من اجمالا اینجا تو حرفایی که زدم بالاخره گفتم، خیالات خودم رو گفتم، یعنی خودم رو در مقابل یک سوال کننده فرضی قرار دادم که بگم پله پله کار چگونه است و چگونه باید پیش رفت و چگونه اصلا این مسئله رو باید دید، توجه فرمودید. خب بقیهش البته جهت‌های تئوریکی است که باید کرد و انشالله خواهیم کرد، ولی دینداران حق دارند که جامعه‌ای داشته باشند که در اون جامعه دینداری برای اونها آسان باشه و لذت بخش باشه، یه ماه رمضانی که میشه واقعا ماه رمضان باشه، روح بخش باشه، معنویت بخش باشه، فرزندانشون بتوانند آموزش های لازم رو در این زمینه بگیرن، در این حال یه جامعه باشه که بند بر اندیشه های مردم هم نزنه، چون روحانیت ما جامعه دینی جامعه بسته تصور داره،
یه جامعه بسته که یه رشته افکار خاص فقط توش باید باشه، دیگران حق فکر کردن ندارن. اینطوری هم نیست. اگه اون باشه ما رو جامعه دینی نمیداریم، همطور که دانشگاه دینی هم این نیست. جمع کردن اینا با هم اصلا معناش اینه که ما به یه ارتفاع دیگری باید صعود بکنیم و از یک جای بالاتری باید به همه این مقولات نظر بکنیم. دام صعب است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد سرفز شیطان رجیم. بله، ممنون که یادآوری کردید وظایف ما رو به ما، ولی خب کمکم باید بکنید. خب آخرین سوالات بفرمایید. حق مداره و دنیای قدیم دنیای تکلیف مدار بوده و از اون طرف هم اصلا دین کلن اساسا به نظر میسی از جنس تکلیف فقه و ولی اصلا اساسا کسی که دنبال دین میره دنبال تکالیفش میره عموما، نه دنبال حقوقش در درک کنونی که وجود داره. بله بفرم. در واقع آیا دین باید خودش رو در واقع تغییر بده که با دنیای کنونی سازگار بشه، یا دین دارا باید درک خودشون از دین تغییر بدن که در واقع بتونن دین دارانه زندگی؟ آره نه، دین که نمیتونه خودش رو تغییر بده، دین همین است که بوده تا کنون. ولی ما اصلا دین نداریم، ما هرچی داریم درک از دین داریم. اسلام چیزی نیست جز درک هایی که از اسلام وجود داشته و دارد. مسیحیت چیزی نیست ولی غیر این چیه؟ دین که چیزی تو هوا نیست، دین همین درک هایی است که در اذهان و در قلوب مردم وجود داره. آره این درک ها رو باید عوض کرد و این هم قبض و بست است که من در نوشته هم آوردم. دین به نظر من بلعرز تکلیف اندیش شده اونجاهایی که نباید میشد. من این رو در پاره ای از نوشته های خودم باز بردم. ببینید دو تا آیه در قرآن هست که این دو تا آیه رو میتوان سرلوحه دو نگاه به دین دانست، یا بگیم سرلوحه دو اسکول کلامی دانست. یکی آیه مشهوری است که خیلی هم نقل میکنن در سوره انبیاء است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از خدا کسی نمیتونه سوال کنه، خدا مسئول نیست ولی مردم مسئولن. این خدا هر کاری میکنه، هر چه اون خسرو کند شیرین کند، ولی مردم رو میشه گریبانشون رو گرفت که چرا چنین کردی یا نکردی. خب ببینید این خدای دیکتاتور خودکامه که از او سوال نمیتوان کرد شد سرچشمه اندیشه دیکتاتوری در عالم اسلام که اشاعره پرچمدارش بودن. اما یه آیه دیگری داریم که این مغفول افتاد، تا امروز مغفول افتاده. بنده کوشیدم این آیه رو مثل یه پرچم به دست بگیرم و اینجا اونجا بگم. آیه دیگری داریم در سوره مائده، در سوره انفال، که میگوید که خداوند پیامبران رو فرستاد برای اینکه مردم نتوانن با خدا احتجاج کنن. یعنی مردم میتونن با خدا احتجاج کنن اگر خدا یه کارایی رو نکنه. به یه کارایی رسولا مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس حجت علی الله بعد الرسل. پیامبرانی آمدند با وظایف انذار و بشارت تا مردم حجت بر خدا نداشته باشند. ببینید این در واقع بالاترین مرتبه است که شما میتونید به عقل بشری بدید که میتونه حتی حجت بیاره علیه خدا. اما خدا برای اینکه خودش هم حجت داشته باشه پیامبرانش رو فرستاده. خب این خدا با اون خدای خودکامه اونجا خیلی فرق داره. شما اگه این خدا رو بپرستی اصلا یک دیندار عابد دیگری میشی که با خدای خودت هم مهاجه میکنی. اون خدا رو بپرستی تو سری خور لا یسأل عما یفعل و هم. متاسفانه اون خدا رو اومد و رو اومدنش دلایل تاریخی داشت. میتونست این خدا بیاد اما چون نظاما استبدادی بودن با اون خدای مستبد بهتر میساختن. اون خدا میتونست یک تابلو باشه بالا سرش رو میگم ببین این خدا منم جانشین اون خدا و همون جوری عمل میکنم. اما خدایی که باش میشه مهاجه کرد وقت با جانشینش هم میشه مهاجه کرد. تو کی هستی؟ تو چی میگی؟ تو از کجا اومدی؟ تو مشروعت از کجا آوردی؟ چنین و چنان. اما وقتی که نبود خوب نبود. آقای جوادی آمالی میگفت این ولی فقیه ولی مردم است نه وکیل مردم. شما ببینید خیلی حرف درست.
این دقیقاً از دل اون نظام استبدادی میاد. وکیل شما ما نیستیم که شما فردا بیاید به ما امر و نهی بکنید بگید ما که نگفته بودیم، ما ولی شما هستیم، یعنی قیمتونیم، بالا سرتونیم. این درک وجود داره تو روحانیت ما، از فیلسوفش گرفته تا فقیهش تا عوامش تا مداحش تا هر کی. بله بنده هم قبول دارم این سیستم فکری، این تئوری استبدادی است. این انقلاب بی تئوری به همین دلیل بود که این تئوری استبدادی رو هیچ عوض نکرد، با خودش آورد و حاکم کرد. گفت شهی که پاس رعیت نگاه می دارد، اینا پاس رعیت رو نگاه نمی دارن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.